خب دوباره برمیگردیم ما سهل و محسن بعد از تبلیغات بازرگانی آره شبکی بریم برگردیم فلان بچه ها نمونین تا ما برگردیم <applause> بریم سی و شیش دقیقه تبلیغاتو ببینین ما میام دو دقیقه دیگه صحبت کنیم آج چقدر رو مغز بود اون موقع یه کانال بود توی همین حالا این رو بگم من مارا. که بچه هم تبلیغ وجود نداشت خب تلویزیون فقط برنامه میذاش همین فقط برنامه بود پول در میابرد جوری دولت میداد دیگه از طریق تلویزیون مغزا رو کنترل میکردن برایشون این سودو داشت م. یعنی همه دنیا م. بعد یواش یواش آیدیاش اون هست که تبلیغ بعد تبلیغ. تبلیغ نداشتن ویدیو رو قطع میکردن میزدن تبلیغ اه. یعنی تبلیغ خودشون میکردن برای می سال چند میگی تو مثلا؟ من مثلا 10 سالم بود دوازده سالم بود سی سال پیش سیس بعد یواش شروع شد یه دونه تبلیغ داشتیم تو تلویزیون بعدش ندود من بچه‌ام هیچ چی تبلیغ نمی‌کرد هم. چیز همین چیزا چون بعد از انقلاب بوده تکنولوژیش نبودن واسه بعدن کشف کردن میشه از این هم از این سوراخم پول در آورد آره نبود اولش خیلی جالب بود بعد قشنگ یادم شبه. تبلیغ شروع شد بعد تبلیغ های زیاد اولش همه پای تبلیغ ها نشستن حالا چی هست تو بازار بریم بخریم من تو فکر کنم شما از اون چیز بودین قشر مرفه بی دردا بودین بقیه مثلا تلویزیون نه آره خیلی... که خوابی ها دوست نداشتم میگتم خوابی مزه از میده جدی میگی؟ آره ما یه دن یخچال داشتن یه دن, یه دن اتاق داشتیم هم. من بهش کنم خب. بعد مامانم توی این اتاقه رو یه دونه یخچال گذاشته بود یه دو تا کمد گذاشته بود یه کمد خود اتاقم بود خب. بعد تمامش خوراکی بود یعنی مثلا اگر توی آشپزخونه مثلا تو یخ جلاش از مثلا اگه پنج تا دو... یا مثلا ده دو دون سوسیس بود هم. توی اون اتاقه در یخ سوز میکردی یه کارتون سوسیس بود یعنی مثلا باش. از کارخونه آمده بود و توی سنگ. اون همیشه ظرف بزرگ خاویار بود مثلا دو تا یا سه تا همیشه ظرف خاویار بود بعد من مهمونی که مانم نمی گرفتم می دم. همه مثلا میان و همه هی راجب خاویار حرف می زدم. بعد من این رو برمیشم می اون که من از داخل چیه این عاشقانش رو حالا جالب آره. احساس میکنم تو بچه ای متفاوته متفاوت با مثلا یکم بزرگ میشه مثلا من بچه بودم حالا مثلا تو خاویار دوست نداشتیم از زیتون خیلی قابل قیاس با هم دیگه نه خب همونه منطقش دیگه هم فلفل سبزم دوست نداشتم دلمه منظورته فلفل دلمه ای آره فلفل, فلفل دلمه ای رو پیتزا دوست نداشتم آفرم. من بچه بودم بعدم میومد الان خیلی دوست دارم کبابی فلان همه جوره میزن نزدیک نزدیکترین خاطرم به چیز به خاویار قبل از خدمت آجی من تو یه جایی کار میکردم دختر رئیس مجموعه خیلی خوبم بود خیلی اوکی و فلان و اینا مثلا از اینا که مثلا ماشین خوب داشت و خیلی همه تو نخش بودن بعد اون موقع من اصلا خیلی شخصیت اینجوری نداشت برم باش روم بشه باش صحبت کنم میدونی کمروفه من همیشه خیلی کمرو بودم حالا یکی از دلایلش هم شروع کردن سر این کمرو این بود دوست داشتم یکم پرروتر باشه آقا این چی دیگه ما نمیدونستیم چجوری از این دلبری کنیم رفتیم یه تو شرکت که کار میکردن یه شرکت ها بود یه برک دادن من خود شیرینا رفتم چایی ریختم میدونستم دختر خیلی چای دوست داره آجا اومدم جلو 20 نفر چایی گرفتم تا رسید به این شک نکنه که مثلا قصه این ریختم فلان اون روز کمردرد گرفتم گرفتن اینقدر چای دستم من چای نمیخورم مرسی نه رسید به اینو چای رو برداشت یه نگاه به ما انداخت گفتم آجی حل دیگه کار گرفته بعد ببین من احمق اینقدر شاس بودم منتظر بودم اون زنگ بزنه بهم حالا اصلا یارو با چای دادم دیگه هیچ آره دیگه تلفن رو هر لعنتی لنگ تو ولی سایل گذشت سر یه چیزی من خیلی همیشه علم کامپیوترم خیلی خوب بود همیشه الان تو خیلی ضعیفه و چون کامپیوتر رو دنبال نمیکنم بعد خلاص کامپیوتر شرکت رو من درست میکردم یه روز بهم زنگ زد گفت فلان مشکل تو کامپیوتر خونمون دارم مشکل بعد دیگه چیکار باید کنم من تلفنی براش توضیح دادم نه آجی اس رو تو خونه شو. بعد خلاص آقا تلفنی توضیح دادم گفتم اینجوریش کو اینجوری او گفت اوکیه خلاص یه دری باز شد واسه صحبت کردم میگه پیام بفرست و ما این خود شیرینه مثلا پیامت شروور براش میفرستادیم یه روز بعدا که با هم دیگه اوکی شده بودیم گفت یکی از دلایلی که من به جواب میدادم این بود که دیگه نفرستی تو رو خدا ول کن دیگه این پیام ها رو برام نفرست از این پیام آماده ها بود مثلا دوران سال 900 س... سال 90 و دو سه اینا شعر اوور بر برام میفرستادم خلاص کاری نداره با هم اوکی شدیم با هزار بدبختی و سختی و مثلا راه چی میگن سوسکی وارد شو از این بر اینو به پیچون رفیق تو بیار مثلا جلو این کتک بزنه این تحت تاثیر قرار بگیره و من کردم و اینا آره منم کردم <applause> <تصفح> اصلا یه کارای عجیب غریبی بعد خلاصه با هم اوکی شدیم بعد ها فهمیدم که این خونه شون توی خیابون ارم یه خیابون خیلی خوب از شیرازه یه خیابون خیلی گرون یه جای خیلی خوب از خیابون ارم هم بود بعد اینا یه چهار طبقه داشتن که واسه خودشون بود طبقه سوم دختر تنها بود طبقه چهارم بابا مامانش بودن طبقه اول و دوم خالی بود همینجوری دوست نداشتن اجاره بدن اینقدر پول دار بودن توب. و آقا رفتم آفر رفتم خونه دختره و طبقه همین سومه بودم ببین یخچ گفت گفتم آب خونک میخوام یادم نیست گفتم یه چیزی میخوام گفت برو از تو یخچال بردار نگاه کردم تو آشپزخونه یخچال نمیدیدم هر چی نگاه میکردم اون موقع ما خیلی مثلا امروزی نبودیم که خلاصه این ور, ور. گفتم نگاه دختر داده دستمون خونه به این بزرگی الکی واردتون تو آشپزخونه مثلا اگه آب میخوام از شیر بخورم گفت چی شد پیدا کردی گفتم نه اومد اولین بار بود باسید. تو زندگیم آفرین در اینجوری مثلا یه چیز لمسی طور بود اینجوری زد بعد مثلا رنگ دره را عوض شد یا تیکش آینه ای طور بود روشن شد بعد مثلا داخلش چیزا معلوم گفت کدومشو میخوایی <applause> من اصلا تا اون موقع احساس کنم فقط جادوگرا میتونن این کارو کنن <applause> سهر و جادو کردی لعنتی چیکار کرد اونجا اصلا خاویار ها رو فاصله مثلا 20 سانتی به هم بود تست نکردم ها فاصله 20 سانتی به نزدیکترین نزدیک ترین خاطرم و ها ببین باور رو میکنی دختر گفت بیا خونه اون میگفتم شکلات چی دارین <applause> من فقط شکلات فلان مدل اگه دارین میام حالا تا یک ماه پیشش اصلا تفاوت چه میدونم قهوه و شکلات رو نمیدونستم و گفتن از اونایی که تلخ دارم سن 17 که اونم میگفتش که اه. میای خونه من گفتم من نمیام خونه میگفت چرا نمیام میگفت هر کی میاد وقتمو تلف میکنی <تصفح> خب خب چیکار کنم میگفتن یه کاری بکنین دیگه یه کله چیزی من گفتم اوکی بیا کله میدم گفتن کله <تصفح> ندی نمیام گفت اوکی یعنی چی نمیشه کله یعنی اینجوری آها ما در من معذرت میخوام ببخشید اما ما تا خودم خواهی کردم خب آخه من میدونم که مخاطبای کم سن و زیاد هم تو کانال تو زیاد هم تو کانال من من که فکر نمیکنم من همه آدما امیدوارم بالا 18 باشن نیست خاک بسته بعد رفتم خونه دختره به دختره گفتم که خیلی خوب دیگه داداش شروع کنه این حرفو دخترم گفت اوکی ما در آوردیم و خوشحال نشستم بعد دختر یه ساعت این دودله ما رو گرفت دستش نگاه کرد نگاه کرد بعد آخر یه دونه لیست زد فقط و گفتم که چی شد گفت کردم دیگه گفتم این یعنی چی کردم که شهر هرت داستان داره گفتش که من نمیدونم چیه و اینا گفتم خیلی خوب برو یه... نم نمیدونم انگشتشو گرفتم گفتم برو یه خیار بیار خودت یه چیزی گفتم خودم یه ساکی زدم که فکر کنم مثلا تو ویدیو <applause> گفتم یاد گرفتی گفت آره گفتم خیلی تکرار کن تکرار نه تکرار خیار سبز رو برداشت خوردم همین خدا سه بعد با... اونم یه کار خیلی باحزه که بود مامانش که خونه میرفت به من میگفت بیا منم که بچه هم نمیفهمیدم مثلا 20 اسپری اتکلن میزدم بعد میرفتم خونه کل خونه بو اتکلن میداد بعد تا لحظه آخرم میموندم مامانه که میومد زنگ میزد فقط از در میافتم بیرون اپلا میافتم بالا من میستم تو راپله مامان میومد تو اپلا میومدم پایین آسانسور میزدم میرفتم بعد مامانه هدفم 100 م... درصد میفهمید برامون نمی آورد شانس آوردم بابا شما دیگه منطقه عیون نشین که اینجوری نبود اصلا یه, یه لفظ میمادی بابا من سوهل اقتصادی هم طرف میکنم بیا با این دختران میکنم تو پاچت عشق کنی همین دختره رو یه خاطر رو هم دخترانو... در خیلی باله میگه که زنگ زدی خونه میگه می... میگه تو پر رو آدمی هستی که من تو زندگیم دیدم و گفتم چرا آه. گفتش که یاد نمیاد چیکار کردی بابا با هم گفتم نه گفتش که ساعت ده خب... و نیم زنگ میزنی خونمون. بابا گوشی رو داره میگه سلام. در می شب میگه که سلام خونه است میگه ساعت ده شب زنگ زدی به من, من گفته که فلانی بابات خونه فلانی خونه است باباش گوشو با داره من باباش میگم که دخترت خونه است بعد باباش میگه که نه خوابه میگم خب برو بیدارش کن کارش دارم مهمه <تصفح> بعد میگه من دیدم ساعت دهانی باقام داره من بیدار میکنه بیدارش میگم بله میگه پاشو تلفن سهیله بعد میگه اصلا مغزم ایرو داده که چه اتفاقی داره میگه بابا so دوستان این اون <تصفيق> <تصفيق> بابا منو بیدار کرده دو دف... من خیلی پر رو بودم <applause> ما یه چیزی داریم اسم کند پر رو دقیقا به <applause> آره. این من دقیقا اینجوری بودم یه وقتی تلفن حرف میزدم با یه با یه با یک از دخترها بعد بابا بزرگش اومد روی خط باباش خارج از ایران بود میومد خونه بابا بزرگش تو ایران بابادوش گوشه و هرداش گفتش که آره خواستن خوار فلان من تو رو فهمیدم کی هستی و میرم از خط مخابرات تلفن تو میگیرم و آدرس تو پیدا میکنم میام در خونه در سرویس میکنم و بعد گفتم که آروم باش آروم باش اسمم سوید فامیلیم اقتصادیه اینم آدرس خونه هم. اینم تلفن هم هیچ گوهی نمیتونی بخوری بعد بابا بزرگی اینجایی خود گوشه نگره دستش گفت تو خیلی پر و گوشی قطع کرد <applause> یه سری چیزا تو یه سری قشرا خیلی متفاوته داستان مثلا <applause> من <بزرقام داریف> <applause> من, تای خط بودم دیگه یعنی من تو قشری خودم هر کی میگه تو دیوونه ای یکی از دوستان بود مثلا از این بچه پایین و اینا خب مثلا ما کی بود مثلا من 17 18 سالم قضیه بره 15 سال پیشه این اون موقع مثلا دنبال دختر بود مثلا راحت یه سمت صورتش کارت خورده بود به خاطر دختر. مثلا داداشای دختر اینو گرفته بودن زده بودن تیکه پارش کرده بودن. این یه بره داستان ما حالا یه رفیقم داشتیم میلیاردر عجیب غریب خفن. و یه شب ما داشتیم شام میخوردیم یکی از دوستان اومد گفت آجی من پول ندارم دنگ منو میتونی بدی؟ بعد گفتم اوکی اگه این یه دفعه باشه اوکی ما دنیا اینو دادیم بعد رفیقم یه نگاه من کرد سر این کلمه اگه این یه دفعه باشه قشر خیلی میلیاردر بودن منو پاره کرد یعنی چی اوجی زش بود اگه گفتی اگه یه دفعه باشه اگه فهم گفتم با تو گوه نخور ما حساب جیبمونو میکنیم دیگه میدونی رو خیلی میخوام بگم مثلا اون قش پول داره اگه دختروازی هم میکنه یه دختروازی پول داریه دیگه قش پایین دختروازی آره خیلی راحت ترین در نداشتیم که مثلا کسی چاقو بزنه از یعنی مثلا تو کف خیابون یه کاری میکنی با, با موتور بری جلو مدرسه دخترونه تک چرخ بزنی آخرش هم بگو بری همون من مثلا تا حالا یه بار در مدرسه نرفتم من تا حالا آه یک آه بارم اون خیلی چیزه بود خیلی کار پایینی بود. من تو دوستای خودم زیاد میرفتم یعنی نه تو دوستان تو بچه های مدرسه زیاد میرفتم و من نمیفهمیدم پوینتش چیه مدرسه آدم با آدم ها رو تو خوشگلیشون ببینه وقتی لباس خوشگل پوشیده دامن کفش پاشته بودن این تفکر تو دوست داشتم نه اینجوری این ببینم من ترس خوبم باشه میترسم <laughs> بعد مثلا من برای خیلی مهم بود که طرف واقعا هجاب و واقعی بذاره یا علکی بذاره تو وقتی میبینم من نمیفهمیدم کی واقعیه کی علکیه <laughs> دخونه تو دوست داشتم تو بچگی نهایت دقدقه ما این بود که دختره تا ساعت پنج عصر میتونه بیرون باشه یا پنج و نیم عصر چون نیم ساعت خیلی برای مهم بود من بابا میگه که من بچه که بودم خیلی بچه سختی بودم چون که من سوسن سیزه سالگی شوی کردم پول در بعد دیگه همه خرجم مال خودم بود حتی یادم میفته مثلا 13 14 سالم بوده بابام گفتم که میخوام 13 فکر کنم حتی گفتم میخوام من کلاس گیتار برم گفت کوسچا نگو بابا اول گفتی اورگ گذاشتم ارگ. بعد اورگ بعد اورگ خریدم هیچ چیزی بعد گفتی پیانو پیانو گرفتیم گوشین رو هیچ کاری نشه تو موزیک بزن نیستی گم شو گفتم خیلی خوب بعد چند وقت گذشت تو یه روز بابام در اتاق باز کرد دید من نشستم یه معلم گیتار منم یه گیتار دستم آره به حالت معلم گیتار که تو گروه آریان امیر حسین آریان بود یادم آره بعد کن آیدل بابا تو آوردی گیتار رو یاد داده بابا من عشق اینو یه کنسرت اینو شرکت کنه تو داری با پا بهش میزنی بعد یاد میدی به جورت بابا اومد تو اینجا نگاه کرد گفت با یارو که رفت گفت از کجا این آوردی گفتم هیچ رفتم دنبال معلم گیتار گشتم و پرسیدم گفتن این خیلی خفنه و بهترینه به این زنگ زدم بعد گیتار از کجا آوردی گفتم یه گیتار فروشی پیدا کردم تو تجریش تو سر زعفرانیه گفتم اونجا یه دونه گیتار خریدم همین بعد با اون جینی نه که سشت تکون یه لبخند زراتاق اتاق رفت بیرون خیلی برات جالب بود که بعد 13 سال مطمئنم تو اگه تو خوب به دنیا نمی اومدی مطمئنا ساقی شدی <تصفح> با این تفکر من تو خوبم اومدم ساقی شدم <تصفح> زیبا بود من ساقی هاشو ببین با ساقی شوخی نکن من بودم نه, نه اتفاقا همیشه میگفتم من بچه من اگر چهار تا زود دادم کانادا حتما ساقی بودم چون خوب پول هم میبردن فقط بعدم من پول منج کنم میگویند آره ولی من داستان ساقی شدنم خیلی بامزه است من خب گل زیاد میزنم یه رفیقم داشتیم اومد اینجا گفتش که سوئد دیستو که این همه آدم میشناسی چرا یه دونه چیز پیدا نمی کنی؟ <تصفح> یه نفر پیدا نمی که مثلا گل فروش باشه یا گل بکار باشه خب. که ما از مستقیم بگیریم دیگه من یه دیوونه میریم من مغازه میگیم این همه پول میدیم گفتم خب خیلی فکر خوبیه یه یه سالی طول کشید تا ولی بالاخره یکی رو پیدا کردم توی مهمونی بود به یکی گفتم خب آقا میشناسی کسی گفت خودم مزرعه دارم گفتم خب بریم توش مز آه، مزرعه داشت آره من بهش گفتم که چقدر مثلا ما اون موقع خریدیم برای یه اونس رو می‌خریدیم 100 دلار یه اونس میشه چند گرم 28 گرم بعد اینجا به پاوند میفروشن یعنی نیم کیلویی 450 گرمه که میشه 16 اونس <applause> بعد ما در واقع 16 اونس رو میخریدیم 1600 حتی تر می خریدیم ما میخریدیم تقریبا 2000 تا ولی حالا باسه همین فکر کن تو بگو ما اونسی میخریدیم 100 تا یه پاوند هم 16 اونس داره آها. بعد این یارو اومد به من گفت آقا من به تو میفروشم 1000 دلار پاوند رو <applause> گفتم خب خیلی بهتره دیگه ما دو هزار دلار میخریدیمش الان شد هزار دلار درصد رفت پایین دوستم گفت خیلی خوب 500 دلار اون گذاشت 500 دلار من رفتم اینو خریدم اومدم بعد یکی اومد خونه اون کشید گفت عجب چیزی نه کجا بردی آ داستانش اینه گفت خب مادر تو سویچ چرا به من نگفتی من دفعه بعد منم تو هم. یه 500 هم اون گذاشت رو میز گفتم خیلی خوب بعد یه نفر دیگه اومد همین داستان شد دو تا 500 ما دو تا بودیم شد چهار تا من به این یارو زنگ زدم گفتم آقا این دفعه به من دو پوند بیار بعد یارو که گوهای دوپو میخواد بهت میدم 750 به جای 1000 اوه قیمت ماجی بعد اومد پایین بچه‌ها هم که همه راضی گفتم دیگه خب من این قیمت رو بچه‌ها دیگه لای پایین بالا بکنم دیگه آفرین من نگه میدارم مال خودم مجانی شد بچه‌ها هم همه خوشحال بعد دو, دو هفته سه هفته دو نفر دیگه اضافه شد دو نفر دیگه اضافه شدن دیگه تو دو ما دیگه ما مدل داشتی و بچه‌ها می اومدن از این امتحان میکردن از اون میکر. ولی چیز گروه مشتری ها مثلا 16 نفر بودیم کنش کمتر 12 نفر بودیم که ما میکردیم خودمون هم بودیم همه به همه دوستان آفه. بودن یعنی میگه من نمیخواستم ساقی بشم این مجبوری ساقی شدم حالا <تصفح> جون مادر سایی بخاطر ما سیف کنیم حتی <تصفح> ببین این تاثیر چیز هم هست تاثیر رفیق پولدارم هم هست مثلا ما این شکلی بود سر شام شاممون با هم این کارو میکردیم <تصفح> مثلا می رفتیم فلافلی میگفت آجی یه دونه فلافل میشه که هم تر بذاری سه تومن تخفیف بدی خیلی نامردی ولی نه شوخی میکنم به دارم میگم خوشحال ترین آدم دنیا آدم هم که پول ندارن خیلی همه فکر میکنن که پول دارا خیلی خوشحالن ولی من شخصی چقدر جالب شد که الان میتونم اینو بگم اولا پنج و پنج دقیقه شده هر کسی که واقعا فالوور واقعی واقعیه داره نگاه میکنه و الان درس زندگی رو اینجا میگیری. فا من توی وحشی ترین پولدارترین های ایران بزرگ شدم. خب؟ یعنی مثلا از صاحب مثلا خیلی از رس... نه رستوران از برندا از مثلا مثلا بچه که بودم خواهرم که میخواست خرید کنه مغازه بنتون فرشته مغازه رو میبست فقط درش واسه ما باز کرد ساعت نه که به می کرد ما میرفتیم oh, تا یازده بابا میشست با یارو ویسکی میزد خواهرم رو هم میرفت مثلا 20 تا جنس میخرید بعد من خواهی میکردم انقدر گرونه <applause> یه چیز هم بر نمیداشتم میگفتم چرا انقدر گرونه مثلا <applause> شلوار من دیدن تو می میفروشم مثلا هزار تومن چرا اینجا سی هزار تومنه و خواهرم پنج شلوار برداشته امه. من خواهرم خیلی با هم فرق داری. خب واسه همین میگم ما من توی دی... من میرفتیم ما میرفتیم توی یا کجا؟ تا آتش. توی یام نمیدونم کجا ما میرفتیم تاچ، توی تئاتر اسم رئیس رو عوض میکنم به اسم بابای من مثلا دیگه تو تئاتر میگن مثلا میگن که آقای فرمانده اومده میگه او فرمانده بفهمه کونو میذاره اون اسم رو عوض میکنم به اقتصادی بعد ما اصلا ردیف اول میشستیم بعد برای اون غذا میوردن سرو میکردن بعد همه آدما خایه میکردن چون تو توهات که غذا نمیوردن از غذا خب یعنی دارم من بهت میگم من واقعا مثل فیلما بزرگ شدم خب شوخی بهت نمیکنم من همه بابام خیلی کانکشن قوی داشت همیشه با آدمای چون آدم خوبیه همین شخصیتی که در واقع الان مردم دارن به من میگن تو خودتی خوبی مامان بابام جفتشون اینن آدمای آنست و خوبین به هیچ کسی کم نمیریزن فقط خوبی میکنن اگه نتونن خوبی نکنن بدی نمیکنن برای همین دمشونگه خب پوینت من چی از این کسچه را این که من خیلی از این آدم پولاره وحشی رو دیدم خب کسایی که قدرت وحشی دارن اینا هیچ کدومشون خوشحال نیستن یعنی همون قدری که یه راننده تاکسی یه دونه مکانیک یه دونه ساندویچ دست یعنی کسی که کار میکنه بغل توی ساندویچی همونقدر مشغله داره که یه یارو که مثلا هفت کارخونه داره مشغله داره نگاه یه چیزی بهت بگم سایل یه مخالفتی یه موافقتی با این حرفت دارم حالا جفتشو برات میشکفم موافقم چون خودم تجربهش کردم من یه جایگاهی رو داشتم خب دیگه معروفیت خب خودش یه سری آدم ها رو دورت میاره که خب عجیب غریبه اصلا دنیای متفاوتیه بعد از اونور ماهیانه پول خوب داشتم تو ذهنه یعنی اون پولی که تو ذهنم بود برای خودم خیلی خوب بود ماشینم رو داشتم گوشی آخری مدل رو داشتم چه میدونم دوروبریام بودن دختر بود همه چی اوکی بود ولی باور نمیکنی من تشنه این بودم یه شب مثلا از با ماشین از خونه بزنم بیرون ساعت دو شب یه موزیک مثلا نیمه غمگین بذارم رانندگی کنم یعنی این, این دیگه نهایت شادیم بود ولی الانی که پایینم خیلی به نظر من خیلی بیشتر دارم حال میکنم این موافقت با تو مخالفت چی عجیب خیلی یاد نگرفتن که با پولشون خوشحال باشن من آدمی رو دیدم که میلیاردر عجیب غریب پولدار و خیلی هم خوشه یعنی برعکس اون چیزی که میگن آقا پولدارا چیزن خوش نیستن دغدغشون دق خیلی زیاده دیدم آدمی که خیلی پولدار ولی بلده ببین من 99 درصدش رو بهتون میگم بلد نیستن یعنی 99 درصدشون داره کار میکنه اصلا نمیفهم من همیشه بچه که بودم بزرگترین سوال من این بود مثلا میرفتم یارو می دیدم. بعد با ما مثلا میگفتم که بابا این آقا چی کار است میگفت این آقا 85 تا خونه داره بعد پشما میریخ بعد میرفتم به یارو میگفتم که شما 85 تا خونه داری بعد میگفت آره میگفتم الان داری چیکار میکنی میگفت دارم 5 دیگه میسازم بعد میگفتم که چقدر داری پول در میاری میگفت مثلا ماهی 100 میلیون حالا اون موقع بعد میگفتم 5 دیگه بسازی چقدر میشه میگفت میشه 103 میلیون می گفتم خب چرا دیگه بی خیال نمیشی 100 میلیون با 100 فرق داره برات بشی خونه حال کن دیگه بعد میخری <تصفح> تو بچه ای نمیفهمین حال باز میفهمی بعد این کوشر همین یه دونه جوابو از مثلا 50 تا آدم های کالیبر شنیدم که زندگی خفن دارن پولدار خفن یارو مثلا انقدر داره که بچهش میتونه گوسمن باشه و هنوز پولدار زندگی کنه ولی ولی میبینه یارو هر روز صبح بلند میشه ساعت 6 میره سر کار بعد من میگم خب چرا مرد باید کار کنه میگم چرا خب میخوای کار کنی پاشو برو مثلا حیات تو مثلا چمناشو بزن اگه واقعا علاقه به کار داری برو تو خیامو آشغال جمع کن ما یه رفیق داشتیم سه تا آی ای تو خونه داشت یعنی این شکلی که مثلا اینقدر پول دار بود که یارو دوست داشت سه تا آی ایت ای داشت به بیم جای یه دونه آی بیمار مغزی بود هر روز کار من میگفتم خب کی سوار این ماشینت میشیم نه این ماشین که نباید سوارش شد کلکسیونیه این مثلا کیلومترش بالا میره می گفتم خب چرا سه تاشو خریدی یارو اصلا خودش نمیدونست چرا این کارو کرده ولی یه رفیق دیگه داشتم که این یارو مولتی میلیارد داره اینقدری که مثلا با هواپیما میره فرانسه مثلا یه روز بمونه فلان غذا رو تست کنه برگرده این شکلی یه جوری تو زندگیش اشغال میکرد یه جوری اشغال میکرد پشمات میریخ و از هم بود که مثلا یه هواپیما شخصی میگرفت میرفت تو آسمون با چتر میپرید پایین این روانی وازی مثلا قواسی میکرد یه جوری بره نهنگ بخورتش ببینه اوکی یا نه <applause> این هم یعنی اینجوری هم نیست که حتما هرچی پول داره احمق و از پولش یعنی احمق که نه از پولش نمیتونه خوب استفاده کنه ولی منج پول واقعا خیلی سخته خیلی من خودم اصلا تو این قضیه 99 درصد ما که در تو منج پول منم که دیگه عجیب تر از همه من خیلی سعی می‌کنم منجر... چون من تو منیج پور خیلی خوبم یه چیزی میشنم. یه چیزی میشنوی مثلا پشمات می یکی از پادکست‌ها رو داشتم گوش میدادم یه چیزی گفتی که مثلا از درآمدت فلان مقدارشو بذار این ور فلان مقدارشو بذار اون ور بعد من دوست دارم واقعا این کارو کنم ولی بعدی داستان اینه که خب وقتی درآمدت پایینه میگی نه حالا بذار خرجش کنم حالا اینو اینجوری نکنم یه چیز دیگه تست کردم من همیشه این سبکی بودم که پول برام رقمه پول برام پول نیست مثلا نمیدونم میگیری یا نه مثلا این شکله که اگه من امروز صد هزار تومن پول داشته باشم میخوام برم یه جایی یه غذایی بخورم نوشته باشه هشتاد برام این پول نیست این رقم میگن خب صد منهای هشتاد بیست تومن دیگه تو جیبمه اوکیه میدونی چی بهت میگن پول برام مهم نبود حالا فرق نمیکرد چه صد میلیون چه صد هزار تومن یعنی اصلا مغزم این شکلی بود خلاصه این گذشت و یه دونه از پادکستات اتفاقا داشتم گوش میدادم اینی که میگفتی که آقا پول نقد پیشت کم بذار یعنی اون نقدی نگید کم باشه اون چی میگفتی یه کردیت کارت سه هزار تایی یه همچین چیزایی تو ذهنمه بعد من اومدم این کارو کردم دو تا حساب ساختم اصل مثلا اون پول تو جیبی که میتونم خرجش کنم و گذاشتم تو اون بعد از اونم یه جوری گذاشتمش که آقا نشه راحت نقدش کرد بعد یه روز طول بکشه تا نقد بشه گذاشتم توی این کارت هم چقدر خصیص شدم و چقدر بیشتر پول برام میونه <تصفح> مثلا اون موقع مثلا میرفتم می او اوکی ولش که اینو بگیریم اونم اینم اینجوری اونم اونجوری ولی الان مثلا میرم حسابگر شدم دیگه این مثلا این اینجاش فلانه اینجاش اینجوریه همین چیزای کوچولوئه چون من هم خودم تجربه کردم اینا رو همون تجربه یاد گرفتم بعد می دیدم که آره من مثلا تو حسابم لاگین میکنم میخوام برم خرید کنم برم تو حساب مثلا 95000 دلار پوله وقتی من فهمیدم کیف می‌خریدم 3000 دلار بس خواهم بعد دوست خرم گفت من دلم هشتادی کردام من دو تا بده بعد میونام بیرون فقط مثلا 7000 دلار میشه دو تا کیف ها با تکس و ایناش بعد چون مثلا تو خودم و بعد اگه تو حساب 5000 دلار باشه میگم نمیتونم 7000 دلار خرج کنم 5000 دلار هم هنوز زیاد پوله اینجوریه که مثلا خودت بدبخت کردی و من اونجا دیدم که این چیزا تاثیر داره بعد شروع کردم اینجوری کردم من الان مثلا تو حساب بانکیم بری دل دارم میزوزه گریه میکنه میگم بعد وقت مثلا چقدر گناه داره هر ما تو زجر زندگی میکنه <تصح> <تصح> داره خودشو پا پاره پوره میکنه و زخمیت تمام داشتم با والکینو گل میزدم بعد <تصح> به محسن گفتم که محسن یعنی گفتم که قیمت این چقدر حدود 900 دلار و محسن گفتش گفتم که اینجا کسی که میفهمه می قیمتش مثلا نزدیک هزار دلاره نمیخرنش و محسن یه سوال پرسید گفتم سوال تو پادکست پرس حالا گفتم پادکست که مثلا 900 دلار هزار دلار برای ما 5 میلیون تومنه یعنی خیلی زیاده من میخوام ببینم این رقمه برای شما هم زیاده آره میدونی آره، سایل مغز ما مغز کسایی که تو ایرانن اصلا بد چیده شده مثلا ما داریم یه پراید و مثلا ده هزار دلار پول میدیم 8000 هزار دلار پول میدیم خب میگیری چی بهت میگم یا مثلا یه ماشین نرمال داریم ده هزار دلار به آسونی حالا تازه الان که یه ماشین نرمال خیلی بیشتر دوازه هزار دلار داری پول میدی برای یه ماشین برای یه گوشی موبایل هزار دلار نقدی تو داری میدی مثلا 50 میلیون میدی آیفون میخری خب بعد این قضیه تو ذهن ما جا نیافتاده که آیا این هزار دلاره رقم بالاییه یا هزار دلاره چیزی نیست چون همه ما شنیدیم مثلا نرمال درآمد توی خارج از ایران مثلا ماهیانه 2500 یا 3000 دلار میگه ا یک ما کار کنه یه دونه آیفون که خریده که هزار دلار پس چقدر کمه واسش میدونی چی آره میگم ولی به اون وری کن وقتی یه نفر یه نفر 2500 در میاره من خدا میذارم یه پسر 21 سالم دوم دو500 در میارم خب برم یه خونه اجاره وقت بکنم دیگه اگه برم یه دو اتاق اجاره بکنم هزار داره خب یه اتاق که کم از اتاق نمیتونی بکنی میشه هزار دلار خب پس 2500 اولا 2500 نزدیک 200ش تکس میره خب میشه دو سیصد دو 300صد سی میره واسه اجاره خونه میشه 300 300 دلار میره واسه بنزین و بیمه ماشین 400 دلار میشه 900 اگه ماشین تو نو... یعنی پولش همش نداده باشی پیمنت داشته تقریبا 500 دلار پیمنت ماشینته میشه 400 تو الان با 400 دلار بعد لباس بپوشی تفریق کنی بخوری بکنی و همه اینا واسه همین 400 دلار یعنی تو برای یه آیفون اینجوریه که یه ماه کار کنی میخریش برای یه آیفون باید سه ماه جمع کنی پولاتو هیچ کاری هم نکنی یعنی حتی مثلا غذا هم نخوری حالا چه جوریشون من نمی‌دونم تا به آیفون رو برسی یا حالا بخوای غذا بخوری بکنش چهار ماه یا پنج ماه برای همین اینجام خیلی آدم ها آیفون ندارن یعنی خیلی آدمایی که حتی مثلا وضعشون خوبه آیفون نمیگیرن چون قیمتش خب واقعا گرونه حتی من, تو کانادا هم قرارداد ندارم مثلا من از دوستان که تو فنلاند بود آیفون گرفته بود با ماهیانه 100 دلار مست کمتر از 100 دلار تا همون اینجا از این خاصا همین رو مثلا بهت بگم امه. حالا نواس آیفون رو را کلا راجع به همه چی اینجا کلا ستاپ شده با اینکه میگه ببین تو اگه پول آیفون رو الان نداری بدی به جای اینکه 5 ماه وایس سی خود جمع کنی که احتمالاً هم ارزشو نداری بعد دو ماه یقی میلی که عرض میخری یا هرچی تو بیا اینجا به من خودتو معرفی کن من چکت میکنم آگه آدم حسابی بودی من آیفون میدم دستت از ماهی 100 دلار به میدارم از اون 400 تا 100 تا شد من 300 تا شما 200 بخور حال کن 100 تا شد به من بعد تو مثلا یه سال این کارو میکنی حالا آیفون دادی بعد از یه سال مثلا حالا میخواد یه دونه اسپیکر بوز بخری مثلا <applause> میری با یه کمپانی که اون این رو میکنه دور داری در دو میخوای بری اپل واچ بخری آره از این از آیفون آفر. بگی تا ماشین تا خونه تو این کارو میتونی انجام بدی و اینه که یه مشکلی که تو ایران ما داریم این سوخت مفتم هست اینم تاثیرگذاره مثلا ما یه دوره میخواستیم ترکیه زندگی کنیم بعد رفتم میشه که از دوستامو داشت حساب میکرد گفت مثلا هزار لیر میشه اینا مثال حالا رقم دقیقش تو زنم نیست هزار دلار میشه کرایه خونه هزار دلارم که برق آب و گاز هزار دلار هم فلانه ببخشید هزار لیرم برق آب و گاز هزار لیرم که خرج خورده خورا خورد. که تو گفت چی ما ما بود برای برق آب و گاز اینقدر بذاریم کنار آره من نمیدونستی گفتم نه ما تو ایران 200000 تومان پول داریم میدیم برای مثلا گازمون ماهیانه یه ماه نرمال نه اصلا اینجوری نیست تو باید یه پول سنگین فقط برای برقت بذاری برای گازت بذاری برای آب گفته آی چه عجیب غریب من ماه پیش برقم اومد 1300 دلار گازم اومد 350 دلار واه یه آیفون شرکت گاز و برق ازت گرفتن آره البته برق برای دو ماهه تو 750 دلار برای گاز من یه ماهه 1100 کردم چون شما نازک ولی من خیلی گاز ارزون باشه مال من خیلی گرونه یعنی هر کی میشنوه پشمش میریزه مثلا خونه مامانم اینا آها. میاد مثلا 500 به جای مال من 1000 میاد مال اون میاد 500 تو خوب... از این حرکت ها که اصلا سختی به خودت ندی و دمای هوا خوب باشه داخل خونه و شلوارک رو من با شورت مثلا را شر... میرم تو زمستون بعد, بعد ترموستات خونه رو به چسبونی فقط از ایرانی برمیاد از آدم بیشور برمیاد دیگه حالا که ما ایرانی هم باشیم یکی از دوستام رفته بود چیز استرالیا درس بخونه بعد محیط زیست میخواست بخونه بعد من گفت ما اولش رفته بودیم واسه حسه بی اعتماد به نفسی هم داشتیم اعتماد به مثلا صفر پایین و این اومدیم جلو مثلا یه نفر چوسی بیاییم بگیم که حالا آره ما تو محیزیز خیلی آدم فهمیده هستیم گفت بعد داستان آب و اینا بود آب و خوب مصرف کنیم مخصوصا آب خوراکی می گفت آره مثلا ما رفتیم همام بعد بدن اونو یه کچولو خیس کنیم بعد لیف بزنیم بعد آب و باز کنیم خودمون رو بشوریم مثلا میگفت من داشتم برای این چوسه می اومدم که یارو مثلا احساس کنه واو من چقدر مویدیست و دوست دارم بعد میگفت برگشت نگام که گفت خب من شما به صورت عادی چیکار میکنین که بین این میگیم مثلا صرف جویی و من پشمام رو نه حالا خب اینجوری هم که میگی نیست ما بالاخره صرف جویی میکنیم میگه آجی این نرمال کل دنیاست نه <تص> اینجا که اصلا که همون خودم همون خودم و یه بیلبیلک گرفتم گذاشتم پشت دوش اونو که میتونم می آب رو کم کنم ولی قطع نمیشه 95 درصد آب رو کم میکنه آب هنوز داره قطعی میشه که که دست دستت مثلا رو ببری هر چی اونو میتونی استفاده کنی ولی دیگه آب داره نمیپاشه بعد واسه اینه که مثلا آبو ویس نکنم ولی کانادا مثلا آب مجانیه مثلا مثلا کسی تخمش هم نیست چه سالی 100 دلار میدی واسه آب هر کاری خواستی دیگه بکن من شنیدم که خیلی جام البته رو اجاره خونه هست آبت آبت و با اجاره خونه با هم میدی همچین چیزهایی فکر میکنی توی کانادا وقتی اجاره میکنی اه. پول برق و گازت مال خودته اگه آپارتمان باشه معمولا پول گاز ندارن فقط پول برق دارن چون چیزی گازی ندارن توش با خود چجوری کانادا که چسب آلاسکاس آلاسکا مرکز اصلی گازه باید گاز مفت باشه که اونجا خب آخه گاز ضربه میزنه به طبیعت برق نمیزنه بس همین بیشتر هم کنم برق کار کنن چون برق ما از صد می... ما 90 اگه اشتباه نگم نود هفت یا 98 درصد برقی که تولید میکنیم از نیروهای سبزه از صد و, بس ما پلانت و این ما پلان تو این چیز نداریم که مثلا بسوزونیم از با آتیش برق رو تولید کنیم گرفتم چی شد گرفتم خیلی دوست بحث رو ببریم به سمت چیزهای بحث برانگیز و عجیب غریب ولی خب تو این پادکست جا نشون نه دیگه همین... سایل میخوام یه قول ازت بگیرم من یه کانال جدید میخوام بزنم اونم پادکست توری پیش ببرم یه دونه ویدیو باید میگیرم حالا نمیگم که صد درصد اولین ویدیو باید ولی یه دونه باید میگیرم اونجا میذارم اونجا موضوعات بحث برانگیز عجیب غریب کم بیا مغز خودمون رو اذیت کنیم سر این قضا یا با حال من دوست دارم این قضیه رو حتما حتما من یه چند تو سوال توخی میخوام ازت بپرسم اولین بار بهترین غذایی که خوردی چیه بهترین غذایی که خوردم اه... بهترین غذا شیرازی ها یه... یه چیزی داره این غذا کلم پلو نمیدونم تا حالا خوردی یا نه تو بفرمایید چون خوردم آه بفرمایید شما من بفرمایید شما تو رو ندیدم میگم ببینین پشمات میزخنده خنده انقدر دیوونه بازیش در بودن باورت نمیشه <applause> دمت میگم ای بله تو خیلی هاشو شنیدم از خودت شنیدم ولی خب نیدم باید برم ببینم حتما خب سوال بعدی بهترین کشوری که فکر میکنی تو دنیا وجود داره بهترین کشور از لع... از نگاه من آمریکاست از چش خیلی آدم آمریکاست و با دلیل نگاه من یه رفیق دارم که این داداشش لس آنجلسه خب تعریفی که از لس آنجلس میکنه اشکا در میاد اینی که آدم بدبخت و فقیر و کارتون خواب داره ولی چون احساس میکنم اونجا خیلی مثلا افق پیشرفت کردن خیلی خفنه اونجا رو میگم خفن ترین کشور دنیا باید باشه من قبول دارم من واقعا آمریکا م. فرانسه و اسپانیا هم خیلی خوبه فرانسه اه. و اسپانیا و کانادا و آمریکا این, این که من واقعا دوستشون دارم خب همین هم فقط رفتی نه <تص <lunch> <ve Riski> خیلی زیاد رفتم ولی چهار تا رفت همون مثل داستان یارو با تور یه شب و دو روز رفته ترکیه و برگشته حالا از زیبایی استانبول برای من آره حالا همین من خیلی برام جالبه کسایی که مسافرت میرن همه میرن توی هتل پنج روز میمونن میان میگن رفتیم آلمان میگن تو نرفتی تو آلمان رفتی توی هتل من اکثر مسافرتایی که رفتم میرم خونه دوستام بعد خونه هاشون مثلا یه ماه میمونم بعد با دوست سر کارش رو میبینم نمیدونم میدونم کجا خرید کنیم این چیزش رو یاد میگیرم و فرانسه رو اینجوری با, با ایرزو تجربه کردم دیگه روز اول که رفتم ایرزو منو برد کتبی بخوام بده قضا بدم بعد ایرزو مریض دی میخواد خانه همه رو بگاد بعد منو برد توی دونه توی دونه همبرگری همبرگری گذاشت جلوم فقط توش یه گوشت به این کلوفتی نه کم به این کلوفتی گوشت چرخ کرده خام خام داری انگار مثلا تو مغازه داری گوشت رو میخری بعد من شنیده بودم که تو فرانسه یه غذا اینجوری دارن قبلا نام بعد تا دیدم گفتم که ای این اون غذا هست شروع کردم خوردن و همه که تموم کردم عریض کرد تو واقعا گاوی من داره ده نفر رو اینجا همه حالشون من خورده <applause> فقط سر اینه که تو رو شکست بدم بگم من خودم کم نمیارم تو یه هفته دلدرد و اصحال تحمل کردم <applause> خیلی خوب بود بد نبودش یعنی اوکی بود دقیقا اگه گوشت همون مغز چی میگی اگه گوشت چرخ شده رو بذاری لای نون گاز بزنی همون رو دقیقا مزه میداد فقط بوی گوشت نمیده نمک هم داشت آره دیگه تخم موقع خام هم داشت حق داشتن همه بعدش میومده چیز سوال سوالت. چیز بپرسم اوکی یکم یک آره نمیدونم حالا آره. دوست داشته جواب بده دو دوستم نداشتی بعد از ادیتور بگو درش بیاره چرا با خودم دیگه کلیپ نمیدی داستانتون چی شد با خلص چون از کانادا رفت منتظرین برگرده آه یعنی هیچ مشکلی نداشتین با هم یه بحث کوچیکمون شد ولی آه. من اوکی شدم تا جایی هم که خبر شنیدم اونم اوکی شده آه. اه. الان اه. اه. دو تا دوست هستم با هم بیو بیف میگیرن سر یه چیز کوچولو ما هم یه چه اتفاقی برامون افتاد و چیزی که هست اینی که جالبه این کارو سپر مثلا چندین بار کرده با کسای دیگه خب من دیدم که مثلا یه قاطی میکنه بعد فراسوبش به من زنگ میزد مثلا میگفت سهیل یه گند زدم مثلا <تصحن> دهن محسن و سرویس یه او دونه دو گفتم. استوری گذاشتم یه سلام دارم واسه بعد اون روزی هم که ما با هم قاطی کردیم من دقیقا داشتم سپه رو میدیدم که تو اون حالته که فردا صبح بلن میشه میگه چرا و آخ آخ این, حرف رو زدم واسه همین یه آدم یه دونه من یه, من یه از این کسیاری که میچسبونم روی یخچال روش نوشته که <تصحن> دوست واقعی اون کسی که تو رو به خاطر اون کسی که هستی میخواد و من اون لحظه به این فکر میکردم که این کارکسته هم خب این استایلشه خودش به فرداش هم سبکی. آره من هم چیزی نگفتم فرداش هم دقیقا همون فرداش نه مثلا یه ماباد بعد فرداش هم مثلا دیگه ما هم میخورده من این بودم اونم این بود ولی الان دیگه به معروف <تصفح> چندین بار خبری منوار اومده که مثلا عشق عشق پیس پیس آه، peace. اوکی. اوکی شده فقط یکم عشدی, عشدی. داستانی که عشد. هم رو یه کچول اذیت کردین خفتش مونده <تصفح> آره حالا آره. اونو دیگه میذارم در اختیار اون اگه خاصش یه روز اپیزودش بکنیم اون با اون من که برام فرقی نداره آه. همه صداها ها هست آه، عجیب ترین تجربت با یه دختر چی بوده عجیب تجربه عجیب ترین دختری که دیدی منظورم اینه یعنی با هم دیت رفتن هر چیزی حالا حتما نماید یه دختره بود به اسم پرلا مکسیکی بود پرلا میشه مروارید <applause> بعد خیلی کسخل بود مثلا <applause> نشسته بودیم توی مثلا توی خونه نشستیم دیم فیلم نگاه میکنیم مثلا جمعه هشت آدم آها. بعد یهو توی تلویزیون نشون میداد که مثلا دختر پسر دارن لب میگیرن خب <applause> بلند میشد یه ها اینجوری منو یقم می گرفت، می می <applause> و مثلا میگرفت میکشید اینه یه حیوان تو اتاق یه شلوارم از پام در و شروع که منو کردن اونجا خیلی دیوونه بود بعد مثلا وسط بعد مثلا خب ما خیلی مثلا اگه میخواستیم یه کاری بکنیم سکوتی بود نه مثلا نه؟, نه محسن نفهمه زشته زشت فنا یه همچین چیزهایی داشتیم بعد مثلا وسط جمع مثلا ست مثلا هفته بعد از ظهر خونه مهمونه کسی نه خونه خود من دازه من رو با نمی اتاق مهمون یارو میگنه میومد پایین بعد مم. یه ساعت دوباره همین کارو میکرد و خیلی اون حشرش قوی بود بعد آخرم یه بار بعد با رفت مکسیک پس من گفتم خب این که حشریه تو مکسیک مگه این دووم میاره منم حکش کردم به ایمیلش با یه پسر تو مکسیک اشمش میتره کنم منم بهش کنم که کس احمد رو جدا شدیم خب بعد یه شب کلاب بودیم با یه دختره بودم داشتیم با دختره میرخصیدم هر شب میرخسیدم یه دیدم سر دختره رفت ای این دختره اومده بود از پشت موی اینو گرفت اینجوری کلاشو کوبید زمین قبل از اینکه این کارو بکنه اومد به من گفتش که اومد گفتش که وقتی با من دوست بود یه ملو توپل بود ملو آنا. نه که چاق باشه یعنی شیکمش صاف بود. ولی ولی توپر بود آره سیکس پکر رو داشت ولی چیز بود معلم ورزش بود خب واسه همین ورزشکاری بود نه که چیز باشه بعد ما که باش به کام کردم تو اون شب یه کلاب ببینمش لاغر شده بود اینجا یه دونه رستوران داریم اسم کاکتوس کلاب که تو که کانادا میشناسم فقط کوستوش استخدام میکنه تو اونجا کار میکرد بعد یعنی <تصفح> اونجا کار گرفته بود بعد توی این کلابه که من اومد دید میدونست من عاشق دختر لاغرم من گفت مثلا ببین چه خوب شدم و اینا گفتم که آره همیشه خوب بودی الان یعنی مثلا عالی و گفتش که اوکی اینا یه خورده مثلا با من رقصید رفت بعد دید من با این دختره دارم میگم میخندم و حرف میزنم و اینا چی حسودی کرد بعد یه که دختره نبود دوباره اومد پیش من گفتش که میای چیز گفتش که همین یعنی الان میبینیم خونه من گفتم که گفتم که نه نمیام باد گفت خونه همین بغل مثلا دو دقیقه را داریم گفتم نمیام گفت یعنی من اومدم بهت میگم بیا بریم میخوام ترتیبمو بدی تو به من میگی نه. گفتم آره و صحنه بعد این بود که شما دختر میرفتم میدونم سرش رفت رفت پایین رو دوتا موش در تو صورت دختره بود گرفتن کلاب ناخنش بیرون <applause> این بده آره این, بده. این دختر خیلی غیر عادی بود واسه من. من یه دقیقه بود یه دقیقه نبود یه چیت میکرد بعد عاشق بود حسودی بود اصلا خیلی برای من جوامای سنگینی بود این دختر چیزه این یه داستانی هم هست که خب واقعا آدم نباید با همچین آدمی بره تو رابطه بجز اینه ها. که چیزه مثلا من یه تجربه شبیه به اینو داشتم ولی نه دیگه اینقدر عجیب غریب مثلا اولش خیلی باحاله اولش داره به حال میده یکی دو ماه اول چه باحاله آره مثلا جد اه قشنگ بعد از دو ماه میبینی آخ 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 در روح تو ترکونه نه خیلی دیوونه کلمات بعدی استفاده نکنم ولی دیگه الان روح تو صاف شده <laughs> دیگه الان باز حرف حالا یه خیلی کوتاه در موردش کنم صحبت کنم من با دختره اوکی بودم یعنی با دختره دوست بودم قضیه برای سال 92-93 میشه 8 سال 9 سال پیش بعد خلاص این عجیب قریب فعلا مثلا عجیب قریبیش این سبکی بود که یارو چیز بود سیگاری بود بعد این همیشه پاکت سیگارش پیشش بود و تو کیفش یه بوکس سیگار بود و تو کیفش سه تا فندک بود که هیچ وقت کم نیاره اینقدر معتاد اعتیاد آور بود بعد یارو مثلا میرفتیم بیرون من نگاه به یه نفر میکردم سریعا سو مثلا یقمو میگرفت برمیگردون این شکلی عجیب غریب و خلاصه کجا خیلی مثلا به من اولش حال داد یه بار می میرفتیم عروسی یکی از دوستای من که دختر بود من به این گفتم تازه اول آشناییمون بود خیلی با شخصیتش کنار نیوم یعنی نمیشناختم هنوز کامل به این گفتم بریم عروسی فلانی گفت آره بریم رفتیم گفت عروس دختره که میگم چیز <تصفح> این رفیقت که اومدیم عروسیش دختره که عروس گفتم آره دیگه بابا خب رفیقم دیگه نه فلان تو من خیانت کرد گفت واجی چته این یارو داره ازدواج میکنه خیانت کجا بود بیشور نه فلان رفت بیرون ما رفتیم دنبالش و سوار و ماشین شدیم بزن بزن من تو زندگیم اولین تجربه این بود که مثلا دختر منو میزد منم اونو میزدم دیگه داشت از خودم هم داشتم دفاع میکردم بعد و نه این شکلی اصلا کامل اینجای منو زخم کرده بود دستم و فلان و صورتم و فلان هم دیگه رو داشتیم میزدیم اصلا اینه مثلا چطوری باید بگم این بوکس چجوریه دیگه در, در همین هست توی حرکت یا توی ماشین فقط کنار خیابون ایستاده بودیم اون موقع ایستاده اونجا ایستاده بودیم با کلی همنیه رو زدیم و فلان و اینا بعد باز آشتی کردیم روانی بازیه دیگه مازوخیسم توریه آره. زدیم بعد آشتی کردیم خلاص سوار شدیم اومدیم اولش برا من خیلی بالود وای چه تجربه باحالی با یارو مثلا کتک کاری کردیم و باحال بود چقدر خفن خیلی حالا آقا این گذشت سکانس رو میشکنیم میریم شیش ماه دیگه میخواستیم کات کنیم روانی اصلا من تازه فهمیدم این چقدر روانیه من سوار ماشین بودیم بهش گفتم که من دیگه نمیتونم باید کات کنیم گفت چی کات کنیم سرعت 80 90 تا در شاگرد و بازی کرد و هشتا نوات رو بپر پایین من شانس بودم لباسشو بابا بعد <تصفح> دیگه باید میدادم اون موقع داستان خودش پیده دیگه به تو چه داره آره اینجا ایرانه شاید تو کانادا اون شکلی باشی یا خودش بر اینجا ایرانه تو پیام دادی؟ ا تو پیام بهش گفتی عزیزم باید دیگه همه چیز تقصیر توه پاش کنده شد باید بگیریش تو بعد چیز بودین آره خاص پیاده بشه من چیز بپر پایین لباسشو گرفت و گوه خوردم تو را به ناموست بسم من گوه من هر چی تو بگی اوکی بیس روز دیگه هم در ارتباط بودیم و دیگه یه جوری کاتش کردم که نمیره حد دقل نفر بعدی رو بکشه نه منو اوه. نه من میگم خیلی غیرقادی نداشتم به همین یه دونه بودونم به قول تو برام جالب بود که او دختره یه دختر ما دوست دخترم ما... نه دوست یه دختر من دختر که باهاش رو کتک زد آقا یه سوال دارم اگه یه دختری ازدواج کرده باشه با یه آقایی بعد طلاق بگیرن بعد اون آقای دوستت باشه بعد اگه اون زنه رو بکنی م... بفهمه یارو رفیقت نه نه نمیفهمه دیگه نمیگی بهش دیگه مریض که نیستی طلاق گرفته دیگه چرا روابط شخص شخصیه آره میگه اون دیگه نباید بتونه قرب بزنه دیگه هک قرب بزنه اون که دیگه آره. کرد دیگه اون دیگه چرا قرب بزنه موزه قرب <تصفح> اگه بفهمه که مثلا تو چیز باشی چی میگن صد مطمئن باشی که مثلا 80 درصد مطمئن باشی میفهمه خب کار داشته باه ولی نفهمه که دیگه رواز شخصی دیگه مثلا شاید علت طلاقشون تو بودی <تصفح> 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 این درم جالب بودی چون همین دختره که واسه تو این داستان دارم تعریف میکنم که موشو کشید عقب این همون دختره الان گفتم اینا تو همیشه تو چیز بود تو ذهنم بود از این تو این داستان بعد تازه با شوهرش طلاق گرفته <تصحنت> بیا یکی دو تا سوال بال ازت بپرسم دیگه آخرش <تصحنت> از اون سوالایی که احتمالا تو کانال خودم اون دیگه میزنیم این کارا رو خیلی خفن تر انجام میدیم آقا جدیدا یه چیزی تو ایران مد شده خب که حالا من نه مخالفم باش نه موافقم باش خیلی آدما آ... مامان بابا آزاداندی شدن و احساس میکنم دیگه یکم ان داستان داره در میاد مثلا اینکه مامانه به بچهش میگه که عزیزم با هم بریم دختر بازی کنیم با سات. متوجه میشی البته تو یکم آزادی پسرا زیاد داده حالا من یه سال میپرسم از آدما اصلا میپرسم این دو تا سوال اگه بچت بخواد بگی من میخوام هم جنس گرا باشم عکسال عملت چیه به تخمه یعنی عکسال العمل اصلا هیچ فرق برات نمیکنه همیشه میگم امیدوارم موموکو هم جنس که جفت بچه هم دختر بیارن خونه خب شما ایدات دوست خب چه تا سینه بهتر از دوتا هست از دلایلی که پسر ها فیلم پونه زنارو رو نگاه میکنن چیز حالا یه سال دیگه خب از این بحثه این خیلی ها مثلا من بس بگم شاید این شورت اصلا بشه یه تیکه پاشا که بچه بود من همه لباسهای صورتی تنش میکردم کفش صورتی نمیدونم گل میزدم به سرش موهاشو دو مسبی میکردم اینجا یه چیزی هست خیلی معروفه مثلا آدمایی که با شعورن اینو میگفتن ولی بنظر من بی میگفتن که من بچه‌مو استریت بزرگ میکنم یعنی گی نباشه استریت بزرگ میکنم ولی اگه بزرگ شد گی شد تصمیم خودشه یعنی من لباس بچه‌مو آبی میخرم مثلا نمیدونم براش باربی نمیگیرم فنان به صورت نمیذارم با دختره بازی کنه ولی دیگه اگه خودش بزرگ شد گفت من گیم و این کارو خاص میکنه من خوش باشه و حکی به من میدید میگفتش که چرا تن پاش و صورتی میکنی میگفتم من دارم بچه‌م رو گی, گی بزرگ میکنم اگه بزرگ شد مستقیم بود دیگه مال خودشه ببین نمیدونم واقعا تصمیم ندارم که این قضیه اثر داره یا نه بچگی هیچی به دنیا فعندی... ولی ببین من رفیق همجنسکرا زیاد دارم زیاد که حالا توی رفیقام هست. دیدی؟ آفرین. نه, نه, دی دی. نه رفیقم هم. با هم دیگه به هر ازگاهی هم بیرون میریم خیلی هم نورماله هیچ مشکلی مشکلی ندارم بله خود هم اول خودم هم فول استریتم. بعد این تعریف میکنم میگه اولین تجربه ی گی من این بود که من بچه بودم دایم بهم تجاوز کرد. ای بابا. بعد گفتم خب عاقلانه شونه که خیلی بدت بیاد گفت در لحظه بدم اومد ولی بعدا با این حرکت اوکی بودم خوشم اومد. سفلا و نمیدونم حالا تاثیر داره یا نه ولی خب خیلی مثلا من شنیدم پشمام ریخت گفته ای چه عجیبه میگفتم حالا مثلا نه، از اگه تو دایی میکرد نمیاد. تو دو برابر تنفر داشتی یعنی از هم جنس احتمال خیلی زیاد داره احتمال خیلی نه, نه. نه، ما باهاش به دنیا میای دیگه یا هستی یا نیستی که وسط نداری حالا بریم سر سال دومی آقا اگه بیای خونه خب این روشن فکری ها و این داستان رو بذاریم کنار بیای خونه بعد میری در اتاق بچت یه دختر داری یه پسر بعد خلصه خب مطمئنا شما اوکی با دوست دختر داشتن و دوست پسر داشتنش اینو از تو اصلا سوال نمیپرسن ولی در اتاق باز کنی ببینی این دوتا رو همن چیکار میکنی بعد خواهره آره بعد بعد عجیب بود نه <تصال> نه چون من خودم یه که یه سالش بود به النا گفتم <تصال> که النا um, چون که پاشا در واقع با... بابای بایولوژیکالش یه نفر دیگه است اینا اوکی با هم مثلا کاری انجام بدن از النا میگفت اصلا چرا همچین فکر احمقانه تو مغزت میاد چه مغزی داری تو گفتم خب برام جالب بود چون هرکس آدمی نیستش که بچهش داشته باشه تو تا یکیش مال خودش نباشه چون من واقعا پاشا مال منه ولی مال من بایولوژیکلی نیست ولی به از اون همه جوره مال منه خاطر همین سواله مثلا خنده دار بود مثلا این سواله رو خودم از خودم چهار سال پیش پرسیدم <تصفح> اصلا عجیب نبود برام جالب بود که مغز مریضم فقط تنها نیستم <تصفح> 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 نه خب مثلا عکس چه در رو باز کردی چیکار میکنی فوش میدم به پاشا دیگه میگم خاک بر سرت کن این همه دختر چسیدی به خاره چیز جالب بود اینو من از چند نفر پرسیدم و همه مثلا حالا یا گفتم فوشن یا دوتا رو فلان میکنم میزنم کتک فلان اینجوری ولی بالترین عکس عملی که شنیدم یه رفیق باهم خیلی باله بعد به اون گفت خب یاد میگیرم اول در بزنم بیشور تو چرا نماید در بزنی میری تو اتاق بچه چرا داری یه کار دیگه میکنی؟ بخه درو میزنم من تو مغزم درو رو زدم بعد باز کردم ولی با این حال باز دیدم و من واسه اگه دیدم اینجوری خب درو میبندم میام بیرون دیگه بعدن شاید با روانشناس صحبت کردم گفتم بهش بگی هرچند که فکر می یه سری از کشورهای دنیا این مشکلی هم نداره یعنی تو میتونی همچین کاری کنی اگه اشتباه نکنم سوئیس سوئد همچین جایی این آزادی رو داری که این کارو کنی آه... تو مطمئن نیستم مثلا فقط تو مغزم قانونی که زیاد هست تو دو دور دنیا ولی آه... میگم من اتفاق بیفته چون انقدر عجیبه برام اصلا نمیدونم چه ریاکشنی بعد بشه میخندم اینجا اینا صدا بیا اینجا قرار همه هم دیگر بکنی این بده هی بچه همونم جنده خیلی خوب بود جواب دوست داشتم سوال دیگه ای داری آخری نه دیگه تمامه حالا من یه سوالی که از دوستام همیشه میپرسم میگم فکر میکنین که وقتی مامد داشت حامله میشد داشت داگی میداد یا رو تخت رو کمرش بود این بده یکی هم جوابشه یعنی هر کاری بالا بری پایین بری یکی جوابشه نه خب زمان ما که تخت نبوده که اون خب نه زن... تخت نداشتن آره تخت رو زمین عادی بود تخت دنیا خیلی خب پس برای عکس همین میخواستیم ببینیم محسن عزیز کی کجا اومده پلنش چیه پلنش که آها یه سوال مثلا بپرسم تو اینستاگرام چقدر پول میدم برای تبلیغ ببین یه موقع خیلی خوب بود ولی الان واقعا وضعیت خوب نیست یکی اینکه چیز شده دست اینستا... زیاد این سا... شده هم اون یه برای داستان دست زیاد شده از یه برای دیگه هم اینه که بابا دولت چیزی تصویب کرد که دیگه اون چیزهای دولتی نتونن تبلیغ کنن مثلا حالا تو شاید اینا رو خیلی خبر نداشته باشی ولی حجم اصلی پولی که تو اینستاگرام داشت رد و بدل میشد دولتی بود مثلا اسنپ میخواست یه دونه تبلیغ بره 20 میلیارد خرج میکرد مثلا از این 20 میلیارده مثلا میگم و 600 تا 700 تومنش گیره من میومد بعد یهو مثلا 4 میلیونش گیره فلانی میاد 6 میلیونش گیره فلانی ولی خب وقتی که این 20 میلیارد تزریق نشه دیگه خب مثلا تو فکر کن اصلیا کی بودن همرو اول بود ایرانسل بود رایتل بود آها اینا همه بود، بعد دیگه آپارات بود فیلیمو گنده ترینش بود نماوا بود مثلا بابا با 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 یه سری اینا همه دولتی آره دیگه زخم. من, من شنیدم دیجیکالا دولتی نیست یعنی خودش اومد گفت آقا من هیچ ربطی به دولت ندارم حتی هزار تومان هم مثلا سرمایه‌گذار دولتی ندارم ولی بقیهشون که آره احساس میکنم 80 90 درصدشون دولتی مثلا تو چیز فکر کنم مثلا زخم کاری یه سریال بود رضا بازی کرده بود ببخشید جواد عزتی بازی کرده بود دو تا بیلبورد تو شهر زد همه تبلیغ اینستاگرامی سنگین عجیب غریب به خاطر این معروف شد الان دیگه اینا نیست یا خیلی کم شده اینا فهمیدم فهمیدم دیگه حجم چی میگم پولی که داخلش خیلی اومده پایین مثل ارز دیجیتال که میگن همه سرمایه رو کشیدن بیرون به گاره رفته اینا هم دقیقاً همونه من فقط بیت کوین خریدم هنوزم دارم من چیز یه حرکتی زدم 2000 تومن رو اون ضرر کردم دیگه تو ارز دیجیتال نمیام یه رفیق یه رفیق بیشور داشتم حالا اینو بگم دیگه تمامش کنیم یه رفیق بیشور داشتم یه روز اومد گفت یه چیزی هست به اسم فیوچر زدن گفتم ای جدی چیه گفت واجی مثلا اگه هزار تومن داشته باشه میتونی مثلا 15 هزار تومن معامله کنی گفتم ببین عاقلانه به نظر نمیرسه رسه نه خیلی خوبه من تحقیق کردم گفتم اوکی گفته خب رو چی چه ارز این کارو کنیم گفت یه ارز ای ما بهش میگیم ایاس اگه اشتباه نکنم گفت بیا کل پولمون رو اینو بگیریم این تا حالا از یه دلار پایینتر نیومده گفتم اوکی نفری هزار خورده دلار گذاشتیم رو ای, و ای و ایس. بعد رو فیوچر لو مارجین 15 اگه اشتباه نکنم 15 ده نمیدونم اینا رو میدونی دارم برای توضیح میدم نه یعنی تو با 15 برابر سرمایت میتونی معامله کنی بعد گفت این تا حالا زیر یه دلار نیومده پس ما میبندیم مثلا ضررمون حد رو تا یه دلار رو دو دهم الانم الان هم که قیمتش یه دلار و نیمه بشه دو دلار ما هزار دلار سود کردیم با ما یه دو دو تا چهار تا کردم رفیق ما هم گفتیم خب حتما با شعور دیگه اینو میگه مثلا قبلا دیده بودم گاهی اوقات با شعور نمیدونستم امکان داره آدم یه جا باشور باشه یه جا بی شعور شانس آورده بوده آفرن آقا پولو گذاشتیم تو یه آدم بی شعور با شانس بوده چه زیبا این قشنگه حالا اینو میگه خوش شانس بی بعد آقا ما اینو گذاشتیم توی چیز فیوچر و این شکلی بود اگه زیر یک و دو دهم ده می اومد پول نابود میشد خب ایاس تو دو هفته شده شد هشت دهم دلار یعنی این شکلی بود که یارو صرافیه میخواست یقه ما رو بگیره طول سکتو و گو خوردی من اینجا تا <applause> حالا این ارزی که من داشتم زیر یه دلار نیومده بود چجوری تا تا سرمایه گذاری کرده این شکلی شد بعد حالا نه. من مثلا هزار من هزار خورده داشتم اون که نزدیک به 20000 هزار دلار تو این قضیه باخت اصلا خیلی بد من دوستان دیدم پنج و بوازن یعنی تو... تو یه روز عجیبه. یعنی ندونی که تمامه. ندونی تموم نه نه اصلا تو اینا نبره فقط چیزه نورمال باید بره طلا بخر تا طلا بگاه بره قشن وقت داریم میفهمیم خیلی شب اتفاقا میفته خیلی خب برای وکس حال کرده باشین اگه برای وکس برای دوستای محسن میخواستم ببینم محسن کیه کجا آمده وقتی که داره بازی نمیکنه فیلم بازی نمیکنه نمیسازه برامون کانتنت های خفن شخصیتش چیه این بچه باحالی که دیدیم با هم این محسنه دمتون گرم چاکس خیلی دوستاتون دارم از خودتون محافظت کنید